کار فوق‌العاده وزارت امور داخله. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید با یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کار فوق‌العاده وزارت امور داخله. به نقل از صفحه رسمی فیسبوک وزارت امور داخله، بر علاوه بازداشت 12 تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از منطقه بنایی شهر کابل، مقدار هنگفت مواد مخدر و پول نقد به دست پلیس آمده است. شنبه 4 اسد سال 1399 منصوبان پلیس مبارزه با مواد مخدر یک سلسله عملیات هدفمند را با سایر نیروهای پلیس ملی در منطقه بنایی مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل انجام دادند که در نتیجه 12 تن را در پیوند با قاچاق و فروش مخدرات بازداشت کردند. نیروهای پلیس از نزد این افراد 1800 لیتر مشروبات الکلی، 7508 عدد تابلت های نشه‌آور که بیش از 1 کیلوگرم چرس را کشف و به دست آوردند. و در این عملیات بر علاوه کشف مواد مخدر مبلغ 833150 افغانی، 7223 دلار و 246500 کلدار نیز به دست آمده است. گفتنی است که در این عملیات چندین دکان که در فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی نقش داشتند مسدود گردیده است. همکاری مردم در تطبیق بهتر میثاق امنیتی می تواند ضامن امن و نظم عام گردد. و این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور که صبح روز یکشنبه 4 اسد در سفری به ولایت نیمروز رفته بود، از جریان کار ساخت بند کمال خان بازدید کرده است. بند کمال خان در 18 کیلومتری شمال ولسوالی چاربرجک و 95 کیلومتری جنوب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز موقعیت دارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت گفته است که طبق گفته های دست اندرکاران ساخت این بند، کار اعمار بند کمال خان حدود 80% پیش رفته است و قرار است تا 4 ماه دیگر به بهره برداری سپرده شود. سخنگوی ریاست جمهوری از جانب دیگر گفته است که آقای غنی در جریان سفرش به نیمروز در یک نشست مردمی نیز اشتراک و سخنرانی کرده است. با گفته او، مردم در این نشست ابراز امیدواری کردند که با بهره برداری بند کمال خان یکی از آرزوهای دیرینه ایشان تحقق یابد و تغییرات در وضعیت زندگی آنها رونما شود. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری نیز گفته است که کار ساخت بند کمال خان در حال تکمیل شدن است و به پایان خود نزدیک شده است. با گفته او، ساخت این بند آرزوی دیرینه مردمان حوزه جنوب غرب کشور به ویژه مردم نیمروز بوده و کار ساخت بخش سوم آن 3 سال پیش از سوی محمد اشرف غنی افتتاح شد و در حال تکمیل شدن است. آقای فضلی افزوده است که بند کمال خان تا آخر ماه قوس برای آبگیری آماده می شود و نزدیک به 180,000 هکتار زمین را آبیاری می کند. رئیس اداره امور ریاست جمهوری گفته است که با بهره برداری بند کمال خان یک انقلاب بزرگ در عرصه سرسبزی و زراعت در حوزه جنوب غرب رقم خواهد خورد. او هدف از ساخت این بند را مهار کردن آبها و آبیاری زمینها خوانده است، اما گفته که بند کمال خان ظرفیت تولید 9 مگاوات برق را نیز دارد. فضل محمود فضلی میگوید که کار نصب توربین های بند کمال خان 4 ماه بعد شروع می شود. کار ساخت فاز سوم بند کمال خان در 31 حمل سال 1396 از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افتتاح شد. هزینه ساخت این بند 78 میلیون دلار اعلام شده بود. کار دیزاین و ساخت بند کمال خان در حدود 51 سال پیش در سال 1345 آغاز شد که این پروژه تا کنون به دلایل گوناگون تکمیل نشده است. مرحله اول ساخت این بند در سال 1391 توسط کمپانی تدس تاجیکستان تکمیل شد و ساخت فاز دوم آن در سال 1391 توسط شرکت های مشترک برایت پریل و آسیا بنا آغاز
و در سال 1394 تکمیل شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.